نام خدا آغاز میکنم. به نام خدای ابوذر که میگفت یا رب المستضعفین، ای پروردگار و صاحب طبقات بیچاره در جهان، موضوع سخنم یک موضوع خاص بود و چون غالبا طبقاتی که در و گروه های اجتماعی که با لحن و متد بحث علمی سر و کار ندارن اعتراض میکنم که وقتی فلان بحث به تو مطرح کردی چرا این چیزها را هم که در متن این موضوع بحثت بود طرح نکردی؟ در صورتی که شما بهتر میدانید که سخنران یا نویسنده وقتی موضوع خاصی را برای سخنش یا برای نوشتنش انتخاب میکند فقط و فقط مسئولیت این را داره که اون چرا طرح کرده است و در همون محدودهی که موضوع عنوان سخنش مطرح است بماند و همه کوششش در تحلیل درست و اثبات اون که مدعی محدود باشه. اینه که مثلا وقتی یک بحثی درباره اسلام میشه که چنین تهمتهایی دشمنان اسلام یا ناآشنایان اسلام میزنند، یک سخنران یا یک نویسنده وقتی میخواد در برابر اونها استدلال بکنه خود به خود از نظر منطقی و علمی باید در موضوع سخن که نقطه ها و موارد خاصی که مورد اتهام واقع شده در همون محدوده بمانه. این موضوع سخنش آشنایی با اسلام یا تعریف اسلام نیست که همه مسائلی که در این مورد مطرحه همه را یک جا در یک سخنرانی مطرح کنه. اون فقط و فقط مدعی است که این مورد خاص که طرح بدتر شده و پاسخ راستینش اینه و اگر به این کار موفق شد مسئولیتش انجام داده. و اما اینکه اعتراض بشه که وقتی این مسئله رو گفتی و درستم بود چرا نگفتی که اسلام در این مورد هم در اون موارد هم در اون زمینه های دیگه هم سخنی گفته، این دیگه از مسئولیت این سخنران خارجه. موضوع سخن من هم یک موضوع کاملا خاصه، جواب به یک سوال کاملا مشخص و محدوده و اون این سواله که همواره در ذهن روشن فکران بالاخص و همچنین توده مردم به طور اعم مطرح و اون اینه که از کجا آغاز کنه. این سوال یک سوال جهانی و بسیار عمیق و ریشه‌دار سوالی نیست که من با استنباط شخصی یا ذوق فردی طرح کرده باشم، بلکه جوابش جواب من خواهد بود و سوالش سوالی است که سوال کنندش زمان ما و هر کسی که به این زمان نزدیک‌تر و در زمان خودش زندگی میکنه. اصولا وقتی تاریخ تحولات اجتماعی را در دنیا ورق میزنیم به یک دوره های خاصی میرسیم که آثار
متعددی وجود داره که نام این آثار از کجا آغاز کنید و یا چه باید کرده. الان در حدود 5-6 اثر بسیار بزرگ در ذهن من هست که به نام از کجا آغاز کنیم و بیشتر چه باید کرد منتشر شده و دنیا میشناسه و این کتاب ها در یک حالات خاصی از تحول اجتماعی منتشر شدن، یعنی در وسط قرون وسطا هرگز کتابی به وسیله هیچ نویسنده‌ای منتشر نمیشه تحت عنوان چه باید کرد یا از کجا باید شروع کرد یا چگونه باید کار کرد یا چه کاری باید آغاز کرد. این سؤال ها در یک دوره تحول و انتقال از یک مرحله‌ای به مرحله دیگری که جامعه و وجدان زمان احساس میکنه که باید کاری کرد و احساس میکنه که باید از نظام و نظم و وضع موجودی که فکر او، احساس و ایمان او و زندگی بیرونی او را احاطه کرده رها بشه و نظم و نظام و وضع دیگر جانشین و اون نیاز خود به خود این سؤال را مطرح می کند که چه باید کرد و یا از کجا باید آغاز کرد. بنابراین بحث یک متد، بحث ایدئولوژیک نیست، بحثی نیست که من خواسته باشم درباره یک مکتب یا یک مذهب یا یک فکر علمی یا اجتماعی کنفرانس بدم. میخوام نشان فقط بدم که روش شروع در یک جامعه و در یک زمان خاص برای هدفهای خاص و همه آرزوی نیلش را دارید از اینجا باید آغاز کنید و برای ایستادن و موندن در برابر هجومهای فکری و اجتماعی و اقتصادی و ملی و انسانی که اکنون آماجش شده اید به کجا باید فکر کرد. این دو تا نوشته دارم سخنرانی، یکیش همینه که امشب خدمتتون عرض میکنم و یکی یک نوشته ای که 11 سال پیش نوشتم. این دوتا مکمل یک دیگر است و امیدوارم به زودی به فارسی به وسیله یکی از رفقا ترجمه بشه و در اینجا منتشر بشه، چون در اروپا منتشر کردم و عنوان اون سخن و اون نوشته این است که به کجا تکیه کنید و اکنون از کجا آغاز کنید. یک مقدمه از کنم درباره زرنگی خودم و او اینه که برخلاف آدم های باهوش و برخلاف این سنت عظیم فرهنگی ما که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و خود به خود بر اساس این شعار آدم های باهوش نه تنها رسوا نمی شوند بلکه حیثیت می گیرند، چون در هر جامعه به رنگ اون جامعه در می آن و رنگ خودشان را می بازند. من برعکس این استعداد انطباق با محیط و حیثیت گرفتن به وسیله همزنگ جماعت سخن گفتن و به مصلحت حرف زدن رو چون ندارم، در ارشاد که سخنرانی می کنم با مذهبی ها در می افتم و علیه اعتقادات
موجود در ذهن مذهبی ها سخنرانی میکنم و در دانشگاه که سخنرانی میکنم علیه روشنفکرها، در صورتی که آدم باهوش باید برعکس صحبت کنه. ولی این اگر راه کسی و سخن کسی حق باشه، باید به قیمت رسوایی خودش و باید به قیمت ایجاد مخالفت در محیط‌های مختلف علیه فکر و علیه شخص خودش این کار رو بکنه. کسانی رو در مسائل اخلاقی فردی می‌بینیم که بین دو نفر که اختلاف هست، پیش این که میرن موافق با این حرف میزنن و مخالف با اون مخالف رفیق، پیش اون که میرن باز موافق با اون حرف میزنن و هم سخن با اون میشن و علیه اون قایب حرف میزنن. ولی افرادی هستن که با حسن نیت نمیخوان هیزم کش آتشی باشن، بلکه اون چیزی که عوامل دور کننده و بیگانه کننده است، این رو میخوان تبدیل به عوامل تفاهم و تقارب بکنن. اینها متدشون کاملا برعکس. پیش هر کسی از این دو کسی که با هم اختلاف دارن، با لحن انتقاد به اون حاضر و دفاع از غایب حرف میزنن و پیش اون هم از او به شدت انتقاد میکنند و نقطه های ضعفش رو رویاروی میگن و از مخالف او دفاع میکنند و به این شکلی که میتواند دو نیرو و دو قطبی که پیوندهاش را هزاران فریب و نقشه و توطئه بریده تا اینها را از هم جدا کنه، موفق خواهد شد که این پیوند تفاهم و خویشاوندی رو برقرار کنه. و اکنون مصیبت بزرگ جامعه های اسلامی بالاخص و همه جامعه های سنتی به طور عام، این مصیبت جامعه سنتی و بالاخص جامعه اسلامی که نه جامعه های سنتی اروپا، چون اونجا وسائل ارتباط جمعی، تعلیم و تربیت، سواد چون در سطح عموم وجود داره، خود به خود توده و تحصیل کرده با هم تفاهم و اشتراک بینش دارن در سطح‌های مختلف و به هر حال همدیگر را خوب می‌شناسن. یک استاد دانشگاه در اروپا به سادگی میتونه در یک جوی از عوام، از کارگرها، از کارمندهای جز، از کارمندهای متفرق، کارگرهای متفرق در جمع اونها قرار بگیره و با اونها حرف بزنه. نه، این آقای دانشمند استاد متفکر خودش به اشرف از تماس و تفاهم با اونا میبینه، نه اونها این آقا رو یک آقای تو کاغذ پیشیده ترتمیزی که نمیشه باش با رطوبت ملاقات کرد احساس کنه. ولی در خود جامعه اسلامی ما در گذشته هم این اختلاف شدید میان گروه روشنفکر و انتلکتوئل و توده مردم وجود نداشته. برای اینکه به خاطر اینکه علمای بزرگ اسلامی، یعنی انتلکتوئل قدیم ما که عبارت بوده از فقیه، اصولی، متکلم و یا مفسر و یا فیلسوف و یا ادیب در حوزه های اسلامی اینها تحصیل میکردن یا تدریس میکردن، ولی این مذهب یک رابطه پیوندی بوده بین اینها که در حوزه های محدود خودشون و در مدارس حوزه های محدود خودشون و محدودشون از چشم و احساس توده عوام دور نشن. و این است که میبینیم فیلسوف بسیار بزرگ قدیم ما، عالم و فقیه و مفسر بسیار بزرگ و برجسته و جهانی ما در جامعه اسلامی در متن عوام زندگی میکنه. و الان این رابطه رو میشه دید همین الان که میبینیم مردی که در یک درجه بسیار بلند و عالی‌ترین درجه علمی به سر میبره، توی خانهش اطرافش به همون سادگی که یک عالم همشأن او و یک نویسنده یا
مدرس یا طلبه‌ای که در حوزه او هست با او تماس داره و حرف میزنه، در دل میکنه، توده عوام ما هم، یعنی مردمی از متن جامعه هم که هرگز به یک کلاس شبانه راه نداره، این میتونه زانو به زانوی او بشینه، درد دل بکنه، نیازها و مشکلات حتی خانوادگی رو شخصیش بکنه و احساس نکنه که اختلاف بین او و این فرد در حدی اینجور تماس غیر عادی. درست یک مشاور هم سطح و هم احساس خودش احساس میکنه چنین مرد بزرگی که از لحاظ علمی و از لحاظ فرهنگی و آموزش فکری به هیچ وجه اشتراک با اون نداره. ولی متاسفانه در فرهنگ جدید، در نظام تعلیم و تربیت جدید، جوانهای ما جذب میشن و در یک برج و باروی بسیار استوار و تسخیر ناپذیری پرورش پیدا میکنن و بعد که وارد جامعه میشن باز در جایگاه ها و موقعیت های کاملا خاصه جدا از متن مردم باز به کار خودشون ادامه میدن و همیشه به صورت یک کجاوه اشرافی بسته در میان مردم زندگی میکنن و این موجب میشه که هم روشن فکرها در این برج‌های آج به اصطلاح امروز یا کجاوه‌های خاص به اصطلاح دیروز به سر ببره، توده مردم ره و جامعه خودش رو نشناسه و همچنین توده از مردهای متفکری که در جامعه وجود داره و اون با پول خودش این شرایط برای این مردهاش فراهم کرده تا پرورش پیدا کنه و بعد با او تماس بگیره و بعد اون روشنش بکنه، جدا میفته و محروم. و این یک مصیبت بزرگه و بزرگترین مسئولیت هر کسی که میخواهد یک تفاهم عمومی و یک ترکیبی از میان این عناصر و قطعه های بریده شده از هم و حتی متنفر از هم فراهم بکنه و یک تجدید بنایی بکنه از یک جامعه، این است که میان این دو قطب متفکر و قطب عمل که جدا افتاده و این حفره عظیم بیگانگی در میانشون وجود داره، پلی ایجاد میکنه. هر کس که روشن فکره و مسئولیت داره، اولین گامش برای هر کاری و بر اساس هر مکتبی که معتقده، ایجاد پلی میان این جزیره بسیار زیبای بسیار پر ارج اسرارآمیز از نظر مردم که درش انتلکتوال زندگی می‌کنه و متن توده مردم یک پلی ایجاد بکنه، پلی که بتونه هم توده رو اون جزیره بره و هم روشن فکر از اون جزیره به سراغ توده مردم. این از کجا آغاز کنیم؟ به هر حال جواب من به این سوال هر چه باشه و وقتی که گفتم ولو برای شما قابل قبول هم نباشه، جواب منه در نهایت با این عرض که به هر حال مورد اتفاق من و شما و هر کس دیگه ای باید باشه، این رو جدا کنیم و این اصل بپذیریم که اگر موافق با پاسخ من نسبت به این سوال باشیم یا به شدت مخالف، به هر حال باید بر سر این اصل با هم توافق بکنیم که نخستین کار ایجاد چنین پلی. وقتی سوال میکنیم اصولا که از کجا آغاز کنیم، این سوال خود به خود نشانه این است که دو تا سوال دیگر برای من گوینده و شمای شنونده روشن است. اون دو سوال دیگر این است که کیها و دوم برای چه. بنابراین وقتی که شما از من میپرسید
از کجا آغاز کنیم و من میخوام به شما جواب بدم، معلومه که بین من و شما این دو ابهام رفع شده و به این دو سوال هر دو جواب مشترک دادیم که کیها از کجا باید آغاز کنن و برای چه کاری میپرسیم که از این که کیها از کجا باید آغاز کنن و برای چه کاری میپرسیم که از کجا باید آغاز کنیم. این دو سوال روشنه. خود به خود وقتی میگیم از کجا آغاز کنیم، این سوال رو کسانی میکنن که میخواهند کاری بکنن و مسئولیت یک کار در جامعه خودشون ره و یا در زمان خودشون ره دارن و حس میکنن. اینها بیشک روشن فکران هست، زیرا فقط روشن فکره که مسئولیت کار اجتماعی و رسالت اجتماعی داره. اون کسی که روشن فکر نیست مسئول هم نیست. و البته مقصودم چند بار گفتم از روشن فکر تصدیقدار نیست، مقصودم از روشن فکر انتلکتوئل نیست. انتلکتوئل که به غلط روشن فکر ترجمه شده، انتلکتوئل یعنی کسی که کار مغزی میکنه. این انتلکتوئل ممکنه روشن فکر باشه و ممکنه نباشه، و فردی برعکس ممکنه انتلکتوئل نباشه، کار مغزی نکنه، کار اقتصادی بکنه، کار یدی بکنه، اما روشن فکر باشه. بنابراین رابطه بین روشن فکر و انتلکتوئل رابطه دو کلی مساوی نیست، رابطه عموم و خصوص منوج. یعنی هر روشن فکری انتلکتوئل نیست، هر انتلکتوئلی روشن فکر نیست. بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکرن، بعضی از روشن فکر ها انتلکتوئل هستن. پس روشن فکر چی؟ روشن فکر در یک کلمه کسی است که نسبت به وضع خودش در زمان مکان تاریخی و اجتماعی که قرار دارد خودآگاهی دارد و این خودآگاهی جبرن و ضرورتن به او احساس یک مسئولیت بخشیده. پس روشن فکر خودآگاه مسئول است، که البته اگر تحصیل کرده باشه نیرومندتر و مؤثرتره، و اگر نباشه شاید کمتر. و البته در مراحل اول و الا مراحل بعدی گاه کسی که تحصیل کردنی نقش بسیار قدیتر بازی میکنه از تحصیل کرده، چون که امروز بررسی کلی جامعه های که ناگهان از مرحله استعمار زدگی منحط به یک مرحله بسیار مترقی و آگاه و جوشان جهد زدند، رهبرانشون و مسئولینشون و کسانی که این نقش را به عهده داشتند غالبا چهره های غیر انتلکتوئل هستند. در یک نگاه کلی از افریقا بریم به امریکای لاتین، از اینجا برگردیم به آسیا، یک اصل کلی و استثناهای بسیار کم دارد. اینها روشن فکرند اما تحصیل کرده نیستند. روشن فکر در یک کلمه کسی است که امروز در زمان تحول جامعه و در زمان بن‌بستی که انسان بهش رسیده و در زمان ناهنجاری های بسیار جامعه های عقب مونده در دنیای دوم و مقصودم همون دنیای سوم سابقه، میتواند و یا در حال و در مسئولیت آگاهی و حرکت و رهبری و جهت بخشیدن به توده مردم است. این روشن فکر و همین روشن فکران بر اساس این تعریف کسانی نیستند که وارث و ادامه دهنده کار گالیله ها، کوپرنیک ها و در گذشته سقراط ها
و ارسطوها و ابو علی سیناها باشن. دانشمندان امروز فون براونها یا انشتنها هستند که دنبال رو ادامه دهنده، تکامل دهنده و وارث کار ارسطو و افلاطون و ابو علی و امثال اینها هستند. روشن فکران امروز جهان اساساً مسئولیتی را دارند و نقشی را که این مسئولیت و نقششون شباهت به پیشوایان و رهبران تغییر دهنده و دگرگون کننده جامعه های قدیم هست و اونهایی که به یک تعبیر کلی بنیانگذاران مذاهب و پیامبران نام دارند. چنانکه که میبینیم پیامبران در ردیف فیلسوفان و دانشمندان و تکنیسیان ها و هنرمندان و نویسندگان نیستند. پیامبران گاه از و بیشتر از متن مردم پا شدن، یا اگر از طبقه مردم پا نشدن به هر حال به سراغ مردم رفتن و شعار تازه‌ای، دید تازه‌ای و حرکت تازه‌ای و انرژی تازه‌ای در متن وجدان جامعه و زمان خودشون ایجاد کردن و این حرکت عظیم انقلابی و ریشه برانداز و ریشه ساز و دگرگون کننده موجب شده که یک جامعه آرام، منحط، منجمد ناگهان با این مسئولیت تغییر جهت، تغییر زندگی، تغییر بینش، تغییر فرهنگ داده و تغییر سرنوشت و تقدیر تاریخی. این پیامبران در ردیف علما و دانشمندان گذشته نیستند و در ردیف عوام و ناخودآگاهان هم نیستند، زیرا بزرگترین نقش در حرکت تاریخی و تعویض جهت تاریخی جامعه انسانی و جامعه های خودشون و بنابراین یک مقوله سوم هست که نه عوام اسیر سنت ها و ساخته شده قالب های اجتماعی عوام این چنین هست و نه جزء دانشمندان و جزء علما و فلاسفه و هنرمندان. مقوله سوم، مقوله‌ای که امروز کسانی را که بیش و کم نقشی که دارن شبیه نقش اونه و اینها و رسالتی که بازی میکنند ادامه رسالت اینها در تاریخ به عهده دارند و اینها روشن فکرند، نه جزء دانشمندانند و نه جزء توده منحط ناخودآگاه. اینها خودآگاهان مسئول هم و بزرگترین مسئولیتشون به هدفشون بخشیدن ودیعه بزرگ انسانی به توده انسان، یعنی خودآگاهی. زیرا خودآگاهی که بعد توده منحط منجمد را یک کانون جوشان سازنده آفریننده نبوغ‌های بزرگ، جهش‌ها و جهت‌های بزرگ و بعد تمدن‌ها و فرهنگ‌های بزرگ می‌کنه و قهرمانان بزرگ از همین متن منجمد برمی‌کنه. اینها روشن فکران. بنابراین روشن فکران رسالت پیامبران به در گذشته ادامه داره، نه رسالت علما و نه هم سنگ و هم سطح عوام. این کی باید از کجا آغاز کند؟ روشن فکر خطاب بنابراین نه به دانشمندان فقط و نه به عوام، بلکه به روشن فکر دانشمند یا غیر دانشمند، انتلکتوال یا غیر انتلکتوال. خب پس روشن فکرانند که این سوال براشون مطرحه و روشن فکران به این معنا که این سوال براشون مطرحه که از کجا آغاز کنیم. عبارت میخوام بیان کنم و فهمش رو به عهده شما که آگاه هستیم به مسائل واگذار میکنم و اینه که برای چه کار روشن فکر مسئولیتش در زمان خودش عبارت از پیامبری کردن جامعه که پیامبر نیست
اما پیامبری کردن جامعه، انتقال پیام به توده مردم و ندا در دادن، ندای آگاهی و رهایی و نجات دادن در گوشهای منجمد و بسته توده و نشان دادن جهت و رهبری حرکت در جامعه متوقف، این پیامبری کردن، ایجاد یا تقویت یک ایمان تازه در جامعه خودش، ایمان تازه و جهت تازه. و این کاری است که علما نمی کنن. دانشمندان مسئولیتشون کاملا مشخصه. مسئولیت دانشمندان عبارت است از هرچه بیشتر امکانات زندگی و شناخت وضع موجود و طبیعت به انسان بخشیدن. دانشمندان، تکنیسیان ها، هنرمندان جامعه بشری ره یا جامعه ملی خودشون ره در بودن خودشان نیروی علمی میدهند. اما روشنفکران جامعه انسانی و یا جامعه ملی خودشان را رفتن می آموزند و هدف می بخشند و رسالت شدن و پاسخ به این چنین شدن دهند و راه حرکت را روشن می کنند و همچنین ایدئال سفر را به مردم می آموزند. این کار را عالم نمی کنند. عالم توجیه کننده است، تشریح کننده است و امکان بخشنده به فراغت و برخورداری و تقویت و آسایش و سعادت زندگی انسانه. اما روشنفکر حرکت، ایمان و هدف میده. این است که گاه یک عامی تحصیل نکرده در جامعه ظهور میکنه و جامعه رو به هدفی میرانه و در جامعه متوقفش انرژی ایجاد میکنه. تحصیل کرده نیست. و گاه دانشمندان بسیاری را میبینیم که برای حرکت، تحول، خودآگاهی و ایجاد یک ایدئال مشترک در انسان و ایجاد یک ایمان و عشق تازه در وجدان جامعه هیچ گامی بر نمی‌دارند و بلکه با قدرت علمی خودشان عامل توقف هر چه بیشتر جامعه انسانی یا جامعه ملی خودشان هستند. بنابراین روشنفکران هدفشان ایجاد آگاهی دادن به مردم و ایجاد ایمان جوشان و مشترکی به مردم زمان یا جامعه و تعیین ایدئال به زندگی انسان اصل خودشان. این هدف و این هم کسانی که باید این هدف را و این مسئولیت را انجام بدهند. و حالا پس سوال این است که چگونه، از کجا باید آغاز کنند روشنفکران برای اینکه توده مردم را، انسان زمان و جامعه خودشان و یا محیط خودشان را آگاهی، ایمان و هدف بدهند و به حرکت بیاید؟ از کجا آغاز کنند؟ با اون یک توضیح بسیار مهم بدم که این ابهام موجب فاجعه های بزرگ در زندگی ما در شرق و زندگی همه انسان ها به طور کلی شده و بیشتر ما شرقی ها دچار شدیم و در همین قرن اخیر بیشتر. با او این است، این روشن نبودن تعریف مشخص
از روشن فکر و مسئولیتش و اینکه چه گروهی هست موجب این فاجعه شده. روشن فکر با دانشمند و هنرمند فرق دارد. روشن فکر نمیتواند در ارزش ها و در خصوصیات و صفات مشترکی به شکل جهانی وجود داشته باشد، مگر انسان به شکل جهانی وجود داشته باشد که هنوز از اون مرحله دوری یک ملت، یک جامعه به نام انسان در روی کره زمین باشد و یک فرهنگ و یک زبان و یک مشکلات و یک ایده. چنین جامعه‌ای هنوز نیست. بنابراین روشن فکر در قالب‌ها و در صفات و خصوصیات مشترک به شکل جهانی وجود نداره، در صورتی که دانشمند با همین خصوصیات مشترک و صفات و ارزش‌های ثابت در شکل جهانی وجود داره. الان دانشمند یک فردی است که این فرد چه وابسته به یک قبیله منحط افریقایی باشه، چه از یک جامعه اسلامی آمده باشه و از یا از مذهب بودایی، چه از نژاد زرد یا سرخ یا سپید، و چه شرقی و چه غربی، چه وابسته به یک نظام اقتصادی صنعتی سرمایه‌داری و چه وابسته به یک نظام اقتصادی صنعتی سوسیالیستی، چه وابسته به یک بورژوازی بازاری قدیم، چه وابسته به یک نظام بورژوازی متحرک جدید. و به هر حال از هر نژاد، از هر مذهب و از هر نظام اجتماعی و از هر مرحله تاریخی که جامعه و محیطش به سر میبره و او در اونجا زاده و پرورده، وقتی این میره وارد دانشگاه میشه، طب میخونه، وارد دانشکده میشه، ماشین میخونه یا صنعت و یا الکتریسیته یا جراحی یا چشم پزشکی یا هیئت، دانشمند میشه و تمام. این طبیب از هر نقطه‌ای از جهان آمده باشه و وابسته به هر مذهب و هر نژاد و هر نظام اجتماعی طبیبه. این دانشجوی سرخپوستی که آمده در دانشگاه هاروارد یا دانشگاه تهران طبیب شده، با دانشجوی که از جامعه اسلامی یا از متن افریقا آمده در همین دانشگاه طبیب شده، هر دو مثل هم طبیب است و واقعا هم طبیب است. میتونن هر دو برگردن به جامعهشون، این وارد یک قبیله سیاه پوست بشه و اون وارد یک قبیله سیمو، و رفیق سومشون از همین کلاس بره وارد لندن بشه و هر سه بگن ما متخصص قلبیم و راست دارم. و جامعه باید بپذیره هر جامعه‌ای که این متخصص قلبه، زیرا دانش بر اساس قوانین کلی بشریت، بر اساس قوانین کلی طبیعت زندگی و کار خودش پی می‌گیره و هر کس اونها رو فرا می‌گیره میتونه در هر مرحله ای از زمان و در هر جامعه‌ای و هر نژادی دانشمند مورد اتفاق عموم و مفید برای عموم باشه. این است که دانشمند عبارت است از یک انسانی که دانش‌هایی را مشابه فرا گرفته و در همه مکان‌ها و زمان‌ها و نظام‌ها این دانش ثابتش واقعا دانش است و حقیقت داره و مؤثره و مسئولیتشان به عنوان یک دانشمند میتونه انجام بده. اون کسی که در مثلا در پل و شسته فرانسه این راه سازی و پل سازی و معماری ساخته، خونده، این بر میگرده
به افریقا میتونه جاده کشی کنه و هم رفیقش برگرده به امریکای شمالی و جاده کشی کنه و علم مشابه این دو نفر در دو نقطه کاملا مخالف با هم نقش مشابه و مؤثری به بازی میکنه. متخصص قلب در ایران و افریقا و امریکا فرقی نداره، مسلمان و بودایی و ضد مذهبی و مذهبی و مقدس و غیر مذهبی غیر مقدس فرقی نداره. میبینیم که بزرگترین متخصص قلب در افریقا الان زندگی میکنه و کارم میکنه و جامعه افریقایی هم اون رو به عنوان واقعا یک متخصص قلب میشناسه و همون آدم میتونه در امریکا همون کار بکنه و در ایران همون کاره در یک نظام قبائلی و یا در یک نظام صنعتی کاپیتالیستی بسیار پیش رفته. اما روشن فکر اینجوری نیست. روشن فکر عبارت از کسی نیست که بگه من رفتم به اروپا و اونجا این مکتب ها رو خوندم، این درس رو فرا گرفتم، قبول شدم و تصدیق گرفتم و حالا برگشتم به جامعه شما روشن فکر شدم. این چنین کسی وجود نداره و متاسفانه چون بین مقوله و کاتگوری روشن فکر و دانشمند و انتلکتوئل یعنی هر دو مشابهتی ما خیال می کردیم باعث این شده که روشن فکر ندانیم کیست و اولا روشن فکر خودشم نفهمه کدامه و بعد روشن فکر نقش یک دانشمند بازی کنه و بعد شکست بخوره. این است که میبینیم تمام فیزیکدان ها، صنعتی ها، حتی ادبا، هیئت‌دانان، اطباء، جراحان که از امریکا و از اروپا برگشتن به افریقا، برگشتن به جامعه اسلامی، برگشتن به هند، برگشتن به خاور دور یا برگشتن به خاور میانه اینها یا به امریکای لاتین، اینها توانستند نقش موفق و مثبتی بازی کنند و به کمک جامعه خودشان بشتابند، با بیماری های جامعه مبارزه کنند و با انسان های بیمار را شفا بدن و جامعه منحط را از لحاظ صنعتی و از لحاظ معماری، از لحاظ جاده سازی، از لحاظ کشاورزی به مرحله بالا برسانند. اما نداریم کسانی که رفته باشند و به عنوان روشن فکر برگشته باشند و برای توده های خودشان بر اساس اونچه اونجا آموختند و بر اساس یک برنامه و تحصیلاتی فرا گرفتند آمده باشند و مسئولیت روشن فکری خودشون در جامعهشون خوب بازی کنند. نداریم. اگر هست فرد استثنایی است که نه به خاطر اینکه در هاروارد و سوربن تحصیل کرده روشن فکر شده، بلکه اون در همین جا هم اگر می بود در افریقای خاورمیانه یا ایران باز روشن فکر بود و اگر تحصیلات عالی هم نداشت روشن فکر بود. یک اشتباه دیگه ممکنه به ما که بگن درست اون کسی که میره در اروپا طب میخونه طبیب میشه، در همه جای دنیا هم مشابه، و اون کسی که میره فیزیک یا شیمی میخونه در همه جا فیزیک دان و شیمیست میشه و به طور مشابه مال هر کشوری هر نژادی. اما اون دانشجو یا جوانی که میره اروپا مکتب‌های اجتماعی، ایدئولوژی‌های فلسفی و مکتب‌های سیاسی رو می‌خونه و برمیگرده به جامعه‌اش، اون روشن فکر میشه. این اشتباه ممکنه بمانه و این بزرگترین اشتباهی که الان وجود داره. ما خیال می‌کنیم از اروپا امریکا کسی که آمد گفت من جراحم، بگیم که برو جراحی کن. کسی که متخصص قلبم، بگیم قلب‌های بیمار بهش مراجعه کنن. و کسی که بگه متخصص کشاورزی هستم، بگه زمین‌ها رو برو اونجا آباد کن. و کسی که بگه من کشاورزی نخوندم، صنعت فیزیک شیمی نخوندم، اما مکتب ژان پل سارتر خوندم، مکتب مارکس بخوندم، مکتب ژان ژورس بخوندم، من مکتب امسزر بخوندم، این پرودون رو میشناسم، سنت سیمونیان هستم، اینا ایدئولوژیه، ایدئولوژی اجتماعیه و
و این ایدئولوژی ها در اروپا نقش انقلابی و سازنده و هدف بخشنده به جامعه بازی کرده و روشن فکران در قرن 19 هم یا قرن 20 هم یا قرن 18 هم بر اساس این ایدئولوژی ها تو جامعه خودشون به تحول بخشیدن و به هدف رسوندن. پس من ایدئولوژی خوندم پس روشن فکرم. نه، این دانشمند درست مثل دیگری که رفت فلسفه خوند فیلسوف شد و دیگری که رفت طب خوند طبیب شد و یا رفت صنعت خوند مهندس شد، ایشون رفته مکتب های اجتماعی و ایدئولوژی های سیاسی یا اقتصادی خونده و حالا دانشمند علوم اجتماعی و دانشمند مکتب های ایدئولوژیک شده و بنابراین این میتونه فقط در دانشگاه تدریس کنه، ایدئولوژی تدریس کنه. مکتب های سیاسی اجتماعی فلسفی قرن 17، 18، 19، 20 رو تدریس کنه مثل همکار دیگه ای دانشمندش که رشته های دیگه تدریس کنه. این به عنوان یک روشن فکر فقط به خاطر اینکه این ایدئولوژی ها رو خونده نمیتواند در جامعه خودش نقش خاص مسئولیت خاص روشن فکر اعمال کنه که به حرکت آوردن جامعه، ایمان بخشیدن تازه به جامعه، تحلیل دردهای اجتماعی و ایجاد خودآگاهی جامعه نسبت به وضعش و تعیین یک هدف و ایدئال مشترک به متن تودش نمیتونه چنین مسئولیت ایجاد. فقط به این علت که مکتبهای اجتماعی و ایدئولوژی ها رو خونده. زیرا من اگر ایدئولوژی ها را بخوانم و بفهمم و کاملا بدانم یک دانشمند متخصص این مکتب ها هستم و این آدم که متخصص این ایدئولوژی هاست میتونه برگرده هم در افریقای جنوبی و هم در امریکای شمالی و هم در جامعه سیعی، هم در جامعه اسلامی سنی و هم در جامعه بودایی میتونه این مکتب هاش رو تدریس کنه به طور مشابه. اما اون مسئولیت این به خاطر خوندن اینها و دانستن اینها نمیتونه انجام بده زیرا روشن فکر وجود نداره. روشن فکرها وجود داره. طبیب امروز وجود داره در دنیا، خصوصیاتش هم اینه، دانستنی هاش هم اینه، تجربه‌اش هم اینه. اینجور برای بیماری سرطان، بیماری قلب این آمپول میزنن و اینجور هم آمپول میزنن امروز. به کی؟ به هر کس. به هر کس. این فرد بیمار چه یک سرمایه دار امریکایی باشه، چه یک راهب بودایی و چه یک فرد منحط مسلمان و چه یک عالم روحانی بزرگ مسلمان و چه وابسته به یک نظام بردگی، چه وابسته به یک نظام بورژوازی، سوسیالیست باشه یا کاپیتالیست، اصلا مطرح نیست. مطرح نیست. این طبیبه و این هم خصوصیات ثابتش و این هم متد عملش مشابهش در جهان. در جهان البته با هم اختلافات دارن، ولی این اختلافی که دارن به خاطر یکی نمیدونه ناشیه، نه به خاطر که اینم یک طبیبه اونم یک طبیبه جورشون فرق داره. نه خیر، در دو سه سال پیش که گفتم که نباید جزوه گفت و نباید تمام دانشجویان و کلاس‌ها فقط محدود به جزوه های ارتی کرد، رسیدگی کردن به جزوه ها. بعد جزوه یک استادی که 20 سال تدریس میکرد و متخصص همین رشته‌شان بود نگاه کردن اون جزوه رو، دیدن آخر این جزوه که کلاس ششم طب تدریس میشده و بعدم با آخر اون جزوه رسیده، یعنی کسی که یه جمله رو می‌نویسه دیگه طبیب میشه و میاد بیرون، نوشته اما به تازگی داروی تازه‌ای در اروپا کشف شده است به نام پنیسیلین. همجور وقتا نوشتم داده به استادیارش، ما هم همجور میگفته دیم. این نمیشه گفت که این یک جور طبیبه
اون کسی که میگه پنیسیلین امروز در دهات هم دیگه زده نمیشه، آقا امروز یک دیگه آمده اصلا، خب اون هم یک جورش. نخیر آقا این نیست اصلا، طبیب نیست این، طبیب نیست این، این طبیبه، طبیبی که واقعیت داره و حقیقتا طبیبه جور عمل میکنه و سیزایی میدونه و جوری نسخه میشه و جوری مداوا میکنه و جوری میشنسه و تحصیل میکنه و تحصیل میکنه که در دنیای امروز این کار میکنن. در شرق و غرب تو هر نظام اجتماعی، تو هر محیط انسانی یا اقتصادی یا سیاسی یا حتی طبیب، اما روشن فکر طب، طبیب وجود داره، اما روشن فکر به عنوان یک تیپ ثابت جهانی وجود نداره، روشن فکرها وجود دارن. بنابراین باید گفت این آقا در افریقای سیاه روشن فکره، همون آقایی که در افریقای سیاه روشن فکره در جامعه اسلامی اگر بیاد گیشکاره، بیگانه، فلج، روشن فکر نیست، ممکنه به عنوان یک دانشمند تلقیش. این آقای دیگه در فرانسه، در اروپای غربی بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر و جنگ جهانی اول و دوم روشن فکره الان، و روشن فکر صادق و نابغه و بسیار مترقیست و بسیار هم اثر سازنده در جامعش داشته. همون آدم اگر ببریمش به هند دیگه یک روشن فکر نیست و به عنوان روشن فکر نقشی نمیتواند در جامعش داشته باشه. این است که ژان پل سارت که من بی‌نهایت به مکتبش و به شخصیتش احترام قائلم، به عنوان یک تعصب دینی یا یک تعصب اعتقادی شناخته یا نشناخته محکومش نمی کنم، اما معتقدم که سارت در اروپای غربی و به معنایم در غرب صنعتی رسیده به مرحله سرمایه‌داری پیشرفته صنعتی و نظام طبقاتی خاص و فرهنگ و روانشناسی اجتماعی بعد از جنگ دوم و در جامعه سه قرن و یا چهار قرن دور شده از قرون وسطای مذهبی روشن فکر است، اما او و یا کسی که درست مثل او می اندیشد و مثل او جهانبینی تحلیلی خاص و مکتب اگزیستانسیالیسم خاص او و نظام اقتصادی یا اجتماعی و مکتب فکری و زبان تحلیل و تفاهم با مردم رو داره، اگر دیگری درست کپیه او باشه و این برگرده به جامعه خودش، آیا این روشن فکره یا نه؟ باید ببینیم به کجا برمیگرده. اگر برمیگرده از فرانسه به آلمان روشن فکره و واقعا روشن فکره، و اگر برمیگرده به انگلستان یا میره به امریکا روشن فکره، و حتی روشن فکر فقط خود جان پل سارت شمالی بره، خود سارت اگر از فرانسه بره به امریکای شمالی بیشتر سارت خواهد بود و خواهد شد تا سارتی که الان در فرانسه، زیرا دردها، بینش، حساسیتها، راهها، مردم، نظام اجتماعی، تاریخ و مرحله خاص تاریخی، همه اینها امریکایی رو ساخته که به یک انفجار سارتی نیازمنده و به نشترهایی که او میزنه محتاجه، و خودم نسبت به این نقشش خودآگاهی داره و میگه من یک آدمی هستم که میکوشم نسبت به کتاب فرانس فنون لدن دولتر مغزوبین زمینی حفظت در کافه رستوران مسلمان ها در پاریس.
گفت این یک کتابی که یک افریقایی ساخته، کتاب نیست، یک بمبه. من آراد گرفتم تا این بمب یک افریقایی کینه توز نسبت به غرب و نظام غربی را در قلب پلید و در مرکز پلید تمدن امروز سرمایه‌داری صنعتی مادی بورژوازی که پاریس منفجر کنم، زیرا به این انفجار امروز انسان منحط در غرب نیازمند. به روشن فکر به خاطر این که غرب به یک مرحله قربانی مصرف زندگی شده، قربانی مصرف زندگی شده، یعنی انسان در تمام ابعادش در اونجا و انسان و همه استعدادش در اونجا منحصر به تولید ابزار زندگی و مصرفهای تازه کرده و آزادی جنسی، و حالا انسان اونجا نیازمند است که خودش نجات بده. از چه چیز میخواد نجات بده؟ از زندگی مصرفی و لذت پرستی انحصاری غریزی میخواد نجات بده. ساس مندیشه و در جامعه دیگه من ساس شناس یا معتقد به ساس هم. در جامعه دیگه توده مردم من آسیا، افریقا، امریکای لاتین از فقر میخوان نجات بکنن، پیدا کنن، و از کمبود و گرسنگی و جهل میخوان نجات پیدا کنن، و از عقب ماندگی صنعتی میخوان نجات پیدا کنن. منجی ساس مانند برای این ملت فاجعه است. این روشن فکر نیست، گاه عملش و فداکاری و خدمتش تبدیل به خیانت میشه عملا، گرچه خود صادق این روشن فکر در قرن سران بعد از شرقان بعد از قرون وسطا قرد امروز به مرحله بنبست فلسفی در جستجوی توجیه فلسفی جهانه، نیازمند به یک نوع معنویت و دغدغه پیدا کردن یک عرفان مذهبی گونه داره تا این محدوده تنگ ماتریالیسمش رو بشکنه. این نیاز غربه. روشن فکر غربی روشن فکری است که نسبت به چنین وضعی و چنین نیازی آگاهی دارد و میتواند راههایی را و هدفهایی را و وسائلی را در خدمت توده مردمش قرار بده و به اونها را هدایت کنه برای یافتن چنین عرفان و چنین رهبانیت ضد مصرفی جهانبینی ضد مصرفی ضد مصرفی. اما من روشن فکری هستم، ساس شناس، معتقد به ساس. اما به کجا میرم؟ به هند برمیگردم. در اونجا عمل من، سخن من، مکتب ساس من، اگزیستانسیالیسم من که دعوت کننده ایست که میگه ای مردم این همه قربانی مصرف نشین، این جهان مادی را رها بکنین. یک معنویت گرایی درونی وجود داره در انسان، به اون متوجه بشین. مخاطب من کیه؟ هندی است که گرسنگی او را قتل عام میکنه. هندی است که بینش مذهبی خاص و اعتقاد فلسفی و نگاه فلسفی او را از زندگی مادی دور کرده، محروم کرده. باز من دو مرتبه بگم که این زندگی مادی مذهبی را رها بکنید یک فاجعه مضحکه. در چندی پیش که تقلیدهایی در همه خود محیط های کوچیک ما هم وجود داره،
یک واعظ، یک سخنران در تهران و برای یک طبقه از مردم تهران سخنران بسیار خوب و مفیدی ممکنه باشه و همین آدم اگر بره به اون کویر ما و به اون دهات و روستاهای فقر زده خراسان یک واعظ بسیار بده، بسیار بد. من دیدم که یک واعظی از این واعظ معمولی این به تقلید واعظ برجسته‌ای که در تهران نفوذ و موقعیت بسیار زیادی دارن و محبوبیت پیدا کردن و سخنشون اثر داشته در جامعه، آمده سخنرانی اینا رو فرا گرفته، نوشته، حفظ کرده و بعد رفته به همون ده نقندرآباد خودش همون متن رو گفته. این واعظ یا این واعظ که در تهران هست مثلا در یک مجلس عزا سوگواری یا مذهبی بوده، توی اون مسجد در اون تکیه در اون تالار اشراف تهران بودن، پولدارا و گردن کلفتا بودن و کسانی که مثلا زندگی مادی کاملا مستثنا دارن. خود به خود واعظ بر اساس وضع زندگی اونها و دردشون و نیازشون و اون که باید باشن سخن خودش تطبیق میده و برای همین هم هست مؤثره و برای همین هم هست مفیده و برای همین هم هست محبوبیت پیدا میکنه در جامعه متناسب.